بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مؤسسه تدفین مسلمانان استان کبک در کشور کانادا از حجت الاسلام و المسلمین شیخ صالح سیبوی، مسئول مرکز جهانی آیت الله العظمی شیرازی، جهت شرکت در همایش همبستگی و آگاهی بخشی اجتماعی دعوت به عمل آورد. حجت الاسلام و المسلمین سیبوی که در این همایش شرکت کرده است، در این زمینه اظهار داشت: این همایش پس از برگزاری چندین جلسه با حضور نهادها و مؤسسات فرهنگی و اجتماعی با هدف بررسی اوضاع اجتماعی و تهدیداتی که متوجه شهروندان مخصوصا جوانان است برگزار شد. خیریه العمل الرسالی از مؤسسات وابسته به دفتر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در بیروت اقدام به توزیع محموله‌های امدادی کمک رسانی به مردم جنگ زده جنوب لبنان نمود. گفتنی است بسیاری از مراکز مرتبط با دفتر معظم الله و همچنین سایر مراکز خیریه و اجتماعی در نقاط مختلف جهان به ندای مرجعیت دینی لبیک گفته و محموله‌های امدادی خود را در اختیار مردم جنگ زده لبنان قرار دادند. تلاش دولت سوئد برای غیرقانونی اعلام کردن گدایی و تکدیگری باعث بروز اعتراضاتی شده است. ائتلاف راست میانه با حمایت راست افراطی دموکرات‌ها در سوئد می‌گوید نزدیک به یک سال است روی طرحی برای ممنوعیت گدایی کار کرده و این طرح احتمالاً به قانون تبدیل خواهد شد. باستانشناسانی که پس از آتش سوزی کلیسای نوتردام پاریس در حال کار در این بنا هستند میگویند بقایای مرموزی را که در یک تابوت سربی مهرموم در زیر شبستان کلیسا پیدا شده بود سرانجام شناسایی کردند. کلیسای نوتردام در سال 2019 میلادی دچار آتش سوزی مهیبی شد. پس از آتش سوزی محققان در مؤسسه ملی تحقیقات باستانشناسی فرانسه تلاش کردند تا آنجا که می توانند از محوطه تاریخی این بنا محافظت کرده و آن را بازسازی کنند. شهر باستانی بلااندوس یک شهرستان رومی در آسیای صغیر که در حال حاضر آناتولی نامیده می شود می باشد. این شهر همکنون در روستای سلیمانلی شهرستان اولوی استان اوشاک در ترکیه قرار دارد. این شهر پس از لشکرکشی اسکندر بزرگ به آناتولی توسط مهاجرانی که از مقدونیه آمده بودند تأسیس شد. جاده‌های آفریقا با وجود تعداد کمی خودرو یکی از مرگبارترین جاده‌های جهان هستند. با وجود تعداد کم خودرو در آفریقا شاهد آمار زیادی از مرگ و میر ناشی از وسایل نقلیه در این کشور هستیم. حوزه‌های رأی‌گیری در کشمیر تحت کنترل هند دیروز شاهد انتخاب اولین دولت خود از زمان قرار گرفتن تحت کنترل مستقیم دهلی نو بود. از زمانی که دولت نارندرا مودی در سال 2019 خود مختاری این منطقه را لغو کرد، این قلم رو دارای یک دولت منتخب نبوده و به جای آن توسط یک فرماندار منصوب فدرال اداره می شد. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرد بازگشت پناهجویان افغانستانی از ایران و پاکستان افزایش چشمگیری داشته است. سازمان بین المللی مهاجرت از ابتدای سال جاری نظارت دقیقی را بر تمامی گذرگاه‌های مرزی افغانستان آغاز کرده است. بر اساس اعلام این سازمان موج جدیدی از بازگشت مهاجران از ایران و پاکستان آغاز شده است. وزیر خارجه کانادا اعلام کرد طالبان نمیتواند قوانین بین المللی را نادیده بگیرد و باید در قبال رفتارش با زنان و دختران پاسخگو قرار داده شود. وی تصریح کرد طالبان نمیتواند با صدور فرمانهای ساده قوانین بین المللی را نادیده بگیرد.
سازمان بهداشت جهانی در گزارشی که اعلام کرده است از 31 مرداد تا 9 شهریور 3 مورد جدید بیماری فلج کودکان در استانهای قندهار و هلمند افغانستان ثبت شده است. این سازمان گفته از شروع سال جاری میلادی تا کنون 22 مورد بیماری فلج کودکان در افغانستان گزارش شده است. بررسی سیستماتیک و متاآنالیز اخیر توسط محققان مؤسساتی در چین و ایالات متحده یافته های امیدوار کننده ای را در مورد تأثیرات مهم مکمل ویتامین D بر سلامت قلب و عروق نشان داده است. مطالعات متعدد نشان دادند که کمبود ویتامین D با افزایش خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی از جمله سکته مغزی و افزایش چربی های مضر خون ارتباط مستقیم دارد. محققان دانشکده پزشکی دانشگاه ویرجینیا کشف کردند که چگونه سلول های خاصی دارای توانایی قابل توجهی برای تغییر عملکرد خود هستند و به بدن در تنظیم فشار خون کمک می کنند. این سلول ها شامل سلول های ماهیچه‌ای صاف هستند که شریان های بدن را می پوشانند. به طور معمول سلول های عضلانی صاف با انقباض و آرامش به کنترل فشار خون کمک می کنند.